خواسته ها از کمیسیون مستقل انتخابات شفافیت در بازشماری آرای انتخابات پارلمانی در نظر گرفته شود. با نزدیک شدن روز اعلام نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی، مجلس نمایندگان خواهان شفافیت در بازشماری آرا شده است. معاون دوم مجلس نمایندگان میگوید که اگر کمیسیون مستقل انتخابات شفافیت را در بازشماری آرا مد نظر نگیرد، مردم نتیجه انتخابات را نخواهند پذیرفت. سخنگوی کمیسیون انتخابات میگوید که این کمیسیون متعهد به شفافیت و متعهد به اعلام نتایج ابتدایی به تاریخ از پیش اعلام شده است. اما شماره از ناظران انتخاباتی به این باورند که کمیسیون نمیتواند در زمان تعیین شده نتایج ابتدایی را اعلام بکند. بینده های عزیز سلام، به برنامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. مهمانانم در بحث حاضر آقایان مطیع الله ابراهیم‌زی، آگاه مسائل انتخاباتی، و آقای محمد الیاس مدنی، عضو حزب اسلامی به رهبری عبدالهادی ارغندیوال. مهمانان گرامی، به بحث بسیار زیاد خوش آمدین. آقای مدنی، بحث با شما آغاز میکنیم. با شکایت هایی که مبنی بر تقلب و تخلف در انتخابات پارلمانی وجود داشت، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفت تا آرای شمار از ولایت ها را به شمول کابل بازشماری بکنه. این بازشماری در حضور ناظرین، در حضور جریان های سیاسی صورت میگیره یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. در طول نولاندی طول لدون که وردون که تسلامون و محترامات ولاندی کوم، الله رب العزت دی پا افغانستان من اخبال رحمو کی. ستاسی در سوال پا جواب که ویلشم چی انتخابات پا افغانستان کی وشو، دا چی چرک موشو دی بانی طول در افغانستان دا مظلوم و محروم ملت آگا دی، او دا افغانستان غیرتی ولس دا انتخابات وکر او ویلی دلو. زمان په نظر سره چې په اول قدم کې دغه انتخابات چې په کوم سیستم سره وشو، د دې نه ضعیفه مدیریت د یوې ادارې هم نشته دی، او نه په دغسې په نورو ملکونو کې خنی، خو د افغانستان په اداراتو کې به وښیو چې په ډېر کمزوري مدیریت سره انتخابات ترسره شو. کومه بایومیټریک وعده چې د ملت سره شوې وه، بایومیټریکونو کې چارجونه نه و، بایومیټریکونو کې استادان نه و چې هغه سیستم مخ په وړاندې ویسي. خو دغه مسله ستونزه پیدا شوه، دی که مشکلات پیدا شو، ملت هغه کوم اعتماد چې لرله هغه اعتماد سقوط وکړ. احزاب هم دی که چې کوم مشورې ورکړې وي، لازمي مشورې ورکړې وي، هغه مشورې سره ته ونه رسېږي. آنچه که شما اشاره کردین مواردی بود که یک عمل انجام شده از گذشت. بله. اما آنچه که در بحث بازشماری که صورت میگیره، آیا جریان های سیاسی وجود داره در وجه که بازشماری صورت میگیره؟ و گزارش های تایید نشده از کمیسیون هم به ما رسیده که اختلافات روز گذشته میان جریان های سیاسی و اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پیش آمده و روند بازشماری دیروز پیش از اینکه به وقت معینش برسه متوقف شده. رابوش استاد خبری په دقیق چم دی مشخص موضوع را برا شو. کم ناظرین چې الته وجود لري، یا ناظرین سیاسی ناظرین دی، مدنی هدونو ناظرین چې الته وجود لري، زما د نظر هغه یو فقط نمایش دی، ځکه چې په هغې ناظرینو په جمله کې زه خپله هلته د حزب اسلامي د په نمایندګۍ زه هم یو ناظر یم. هلته ستونزې وجود لري، هلته مشکلات وجود لري، هلته دغه ناظرینو دپاره، دغه ناظرین چې کومه د مطالبه وکړي یا کومه غوښتنه وکړي د وضاحت دپاره، د هغې د ستونزې د خلاصون دپاره، مثبت جواب ورته نه ورکېږي، په وخت ورته ستونزه نه حل کېږي. ناظرینو دپاره هغه صلاحیتونه چې دغه یو ناظر لري، او چې ناظر هلته ځان پوه کړي، ناظر هلته ښه قوي نظارت وکړي، هغه موضوع ته نشته دی. غټه ستونزه او غټ مشکل دلته چی دی؟ هغه کسان چې د کابل، موږ په کابل باندې ډېر بحث وکړو، کابل کې چې انتخابات وشو، هغه ټوله اداره او ټول منیجمنت د کابل چې دو کنټرول کړی و، کار یې مخکې وړی، هغه ټول لرې شو، د جریان نه لرې شو، صحنې نه لرې شو. نوی پرسونل، نوی سیستم دلته راغی. کله چې نوی سیستم راغی، نوی پرسونل راغی، د شکایتو کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون، هلته اته شپېته بکسې، اته شپېته محلات هلته وجود لري. اته شپېته محلاتو کې دلته د شکایتو کمیسیون هم وجود لري. دغه د شکایتو کمیسیون والا دوستان چې راغلي دي، یقینا چې د خو کوشش کوي چې د شکایتو کمیسیون چې هلته زه خپله وجود لرم، د شکایتو کمیسیون کوشش دا کوي چې دغه انتخابات شفاف شي. خو دا کوم کسان چې هلته راغلي دي، دا غیر مسلکي خلک دي، غیر تخنیکي خلک دي، دو په باطل رای باندې نه پوهېږي، دو د سفید په رای باندې نه پوهېږي، د چا رای څنګه باطله شي، د چا رای څنګه سفید شي، د چا رای څنګه معتبره اعلان شي. دغه ستونزې هلته وجود لري. یو نفر راځي او بخښي، ډېر زیات وبخښي، یو نفر راځي او دا رای باطله ده، بس ګړب بکس ته خطا شي، بل وجه نه دا رای معتبره ده، هغه رای معتبره حسابېږي. هلته دغه ستونزې شته. پرون ورځ
رونو چې کومه ستونزه پیدا شو او نن جناب سید صاحب د کمیسیون رئیس هم دا خبر وکړه چې احزاب نه غواړي چې انتخابات مخکې لاړ شي، موږ په خپل مشخص وخت سره یا معین وخت باندې اعلان وکړو. دا څه نه وه، پرون موږ خپل ناظرین او موږ د سیاسي احزابو د مدني ټولو ناظرین چې هلته وجود لرلو د کمیسیون د مستقل انتخاباتو کمیسیون یو لوړرتبه شخص راغی، هلته یو لوړرتبه شخص راغی، موږ خپله هلته موجود و، موږ هلته عملا ولیده چې هغې مستقیما راغی او مداخله یې وکوله. کله چې مداخله وکړو نو موږ ورته جناب احمدزی صاحب موږ له مشوره ورکړه چې ورور ته دلته من حیث سخنګوی د دې ځای یا معاون د سخنګوی د دې کمیسیونې ته دا حق نه لري چې دلته راشي او چاله مشوره ورکړي چې دا باطل کړه او دا رد کړه او دا معتبر کړه. نو کله چې دغه ستونزه موجود ته راغله نو دې احزابو ته وویل چې زه دلته کولی شم چې تاسې نه کار تولم او ستاسې په مخ باندې دا کار تولم او لغتم کوم د دې ځاینه زه تاسې وباسم. کله چې دومره توهین آمیزه وي او کله چې دومره په بې شرمانه شکل سره د کمیسیون چارواکي او کارمندان له رتبه کارمندان راځي او مداخله کوي، آیا احزاب چې دلته نظارت حقم صحیح نشته دی، دلته مشکلات ستونزې لري، نو څنګه وکړي؟ ورور چا نه خپله پوښتنه وکړي سیاد صاحب ته زما په حضور داش زما په رهبري هلته ټولو احزابو بیا نماینده ټاکلی دی تر څو د کمیسیون سره خبرې وکړي. هغه کمیسیونو چې نماینده ټاکلی هغه ځای موږ سره دوه کسه نور دي، موږ که سیاد صاحب ته ورځو د ستونزې د حل دپاره موږ ته وخت نه راکوي، که زمانځي صاحب ته ورځو موږ ته وخت نه راکوي، دغه ستونزې هلته وجود لري. دوباره برمیګردیم آقای ابراهیم زی، با موارد را که آقای مدنی هم اشاره کردن جریان اتفاقی بود که دیروز اتفاق افتاده بود در کمیسیون مستقل انتخابات، یعنی این به عنوان یک نمونه و مثال است که در جریان بازشماری آرا اتفاق میفته، فکر میکنین با این وضعیت کمیسیون موفق شود که قناعت مردم حاصل بکنه و او نتایج ابتدایی را در دوی قوس اعلان بکنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شما آقای مدنی، بینندگان محترم شما، همکاران تکنیکی شما. مشکل اساسی قبلا آقای مدنی هم به مسئله اشاره کردن در ضعف مدیریت در کمیسیون مستقل انتخابات است. در صورتی که به دلیل ازیکی از ابتدای تهیه لست رای دهنده و لست کاندیدا ما میبینیم که کمیسیون با اکثر درگمی دوچار است، علتش این است که اینا برای تطبیق قانون اصول و پرنسیب یه چیز ایجاب میکنه که یا باید طرز عمل داشته باشه. کمیسیون اول کار میکنه باز طرز عمل جور میکنه، باز طرز عمل در جریان پروسه عملیاتی تغییر و تبدیل میکنه. در صورتی که اگر قبل از کار وقت طرز عمل و پروسه جرا تکمیل شود، تصویب شود توسط کمیسیون مستقل انتخابات و بخش نظارتی باشه، و مشکل اساسی اینجاست که کمیسیون انتخابات تا را به قانون عمل میفهمه که اداره و نظارت گفته بخش نظارتی جدا باشه، بخش اداره که دارانشا است از هم باید تفکیک شود. کمیسیون مکلف است تا طرز عمل و پروسه جرا را تصویب بکنه و مطابق با اون طرز عمل و پروسه جرا ما بریم به طرف جریان عملیاتی پروسه، که متاسفانه این موجود نیست. ما بارها گفتیم و باز میگفتن که از قبل موجود بود، یعنی یک سخنگوی از با آقای سادات سلام برسه برشون به حد بی سواد از بیچاره چی میگم طرز عمل نداره، میگه نه از قبل موجود بود. او بیچاره ایره نمیفهمه که برای هر پروسه برای هر قانون طرز عمل جدیدن تصویب میشه توسط اعضای کمیسیون و بعد از اینکه تصویب شد او با یک مصوبه بدل میشه و مطابق به اون طرز عمل کارهای کمیسیون پیش میره. شما دیدین که آقای چیز امین لحظه آقای مدنی اینجا مشکل از احزاب سیاسی هم است، متاسفانه احزاب سیاسی از آغاز پروسه به خاطر از اینکه با کمیسیون مواجه نشن و به خاطر از اینکه خود از سیف سایت بکشن بعضی چیزها را ناخواسته یا نافهمیده با کمیسیون قبول کردن. همین لحظه شما دیدین که آقای مدنی میگه که صلاحیت ناظر است، ناظر از نام ناظر هو ایدا است که ناظرین، چون اینجا مشکل در کجاست؟ مشکل اینجاست، قبلا هم خدمت شما عرض کردم، اگر در صورت طرز العمل تصویب شده می بود ناظر صلاحیتش است که بشینه وظیفش و مطابق با طرز العمل ببینه که کار جریان داره یا خیر، در غیر از او حق نداره که ناظر مداخله کنه در کار و بگه که چرا ایده باطل کردی یا وضاحت بخواه. اما اینجا طرز العمل وجود نداره، پروسیجر وجود نداره. مسئله دیگه که اینا اشاره کردن برکناری کارمندای ولایتی کابل بود، اصلا اینی منطق نداره. مشکل در طرز العمل بود، در پروسیجرها بود، تو کارمند اجرایی رو چرا برکنار کردی آقای سیاد؟ خودت باید استعفا میکردی، به دلیل از اینکه اینا پروسیجر نداشتن. و اگر یا میگه که در کابل مشکل بود، من میال چلنجشون میکنم در سراسر افغانستان اینا در 5400 مرکزی که داشتن یک مرکز بگوین که با وقت به 7 بجه صبح آغاز به کار کرده. در تمام ولایت حتی قندار شما دیدین که یک هفته بعد اینا انتخابات برگزار کردن، عین مشکلی که در کابل بود در قندار هم بود. در قسمت کابل برخورد سلیقه‌ای بود به خاطر که ذهنیت عامه به اصطلاح به طرف دیگه بگردانن و روی بیکارگی و ناکارگی و بیسوادی خود یک به اصطلاح یک کمپل شرم
اموار بکنن، اینا خواسته خیستن یک چند تا کارمند برطرف کردن که به برطرفی نیست. خب حال در کنار این مشکلاتی که وجود داره، آقای ابراهیم زئی هنوز جریان های سیاسی نپذیرفتن بازشماری آرا را و اون نتایج ابتدایی قرار است اعلام شود با در نظر داشته امو شیوه بایومتریک، شیوه که با استفاده از فهرست رای دهندگان اتفاق افتاده و همچنان با اون شیوه که قلمی داخل یک جدول رای دادن، یعنی این بازشماری چی درد را میتونه دوا بکنه؟ هیچ. انتخابات پروسه تکنیکی و حقوقی است، نتایج سیاسی است و برای نتایج سیاسی، برای پذیرفتن نتایج سیاسی باید اول بستر سیاسی هموار باشه که متاسفانه مال پیکر برش نمیگم، چون دیگه در انتخابات ما پیکر گفته نمیتونیم. به می خاکستر بیجان انتخابات گذشته که مردم ما شهید داد واقعا قابل قدر است. ملت باوت که تهدیدات بلند امنیتی و ناکارایی که میسونه مستقل انتخابات که بسیاری از مردم با خاطر که اینا میکانیزم درست برای تهیه لیست نداشتن، کسی نامش در لیست نبود از رایدی بازماند، کسی دستگاه بایومتریک خراب بود، که هیچ کسی اکی از حقوق اساسی رایدی ایز نظر به قانون اساسی افغانستان بازماندن، اینا نتونستن نه تنها که اعتماد دوباره ایا بکنه، بلکه روز به روز به اعتماد به اعتمادی ازی افزوده میشه که خود به خود والا و اگر قدر باشه نتیجه ازی قابل پذیرش نخواهد بود. ما فکر میکنم جنجال برانگیز است و باید راه چاره دیگه جستجو بشه. تشکر. بیننده های گرامی یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره برمیگردیم. به ادامه پارلمان 97 از خورشید خوش آمدید. آقای مدنی، بدون امروز اگر بررسی بکنیم 4 روز دیگه به تاریخ مانده که کمیسیون باید نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی را اعلان بکنه، یعنی تا اکنون آن چیزی که کمیسیون گزارش داده 270 محل بازشماری شده، یعنی در این 4 روز فکر میکنین که میتونه کمیسیون نتیجه را اعلان بکنه؟ چون شما عملا در اونجا نظارت میکنین و جریان کار میتونین ارزیابیتون داشته باشین که تا اون زمان تمام میشه یا نمیشه. و از کمیسیون گفته که امو تیمای کاری که کار میکردن 70 تیم بود، به می دلیل که وقت کم است این تیم 200 تیم ساخته. ستونزا او مشکل اساسی نقطه هم دغه ځای کې ده. دو نشي کولی چې په معین وخت باندې دو د ټاکنې دغه نتیجه اعلان کړي. تقریبا 18 محلات دو وز دغې لاندې نیولي بس شماري هلته شروع ده. دو په نظر کې ونیو زموږه قوي ستونزه د دې خلکو سره همدغه ټکی و. دو اوس په نظر کې لري چې نور ګودامونه خلاص کړي او دغه محلات 200 ته ورسوي. 200 شټونه دو خلاص کړي او دغه بس شماري شروع شي. په داسې حال کې چې د 200 محلات چې ته کله خلاصې د ناظرینو سیستم ورته نشته. 200 محلات چې ته خلاصې هلته کوم کسان چې ته راغواړي هغو لپاره د ټرینینګ سیستم، هغو دلته تقرر د کوم ادرسه کېږي، هغو تقرر د آزاد رقابت د لرنه کېږي، آیا هغو تقرر موږ هلته مشخصا لیدلی دي چې هلته تقرر د مشخص کاندیدانو لخوا هلته خلک ګمارل شوي دي؟ مشخصو کاندیدانو لپاره کوم کار کوي؟ مشخصو کاندیدانو دفاع کېږي هلته؟ عملا یې موږ ګورو. نو موږ نن د دو سره دغه نن هم چې ګودام بند شو په همدې خاطر بند شو چې هلته موږ څو ستونزې لرو. یو موږ د دونه مطالبه دا وکړه چې تاسو هر ماښام کې دغه رجیشل د موږ سره شریک کړئ. رجیشل دو موږ سره نه شریکوي، مستقیما ځي شکایتو کمیسیون په ویب سایټ کې واچول. ویب سایټ کې چې کوم رجیشلونه تاسو اچولی دي، جناب استاد تاسو ولې متوجه شئ، هغه کې د احزابو د نمایندګانو د مدني ټولنو نمایندګانو امضا نشته، هغه سپین دوجی کړی دی، تکراری پکې ډیر زیات دي. ډیر محلات ډیر بکسونه احمد جی صاحب دې کې مسلکي سړی دی، ډیر بکسونه موږ ته راځي اغلی بل نه لري چې دا د کوم ادرس راغلی، د کوم ځای راغلی، دا بکس دلته کېدو، دا په درې ناحیه کې پلان کې محل دی وشمارئ، حال دا چې په بکس باندې خپل ادرس نه دی معلوم. دغه ستونزې ورسره موږ لرو. موږ ونه یوه غوښتنه دا وکړه چې ته کله محلات چې 200 کې دو کل د نن زموږ مشکل همدا و چې دو غوښته چې ناظرین کم کړي. کله چې ناظرین دو کمول موږ تقاضا وکړه چې ته 200 محلات کې نو ته باید ناظرین زیات کړي، ځکه چې نظارت قوي وشي، پروسه باید ښه مخکې ولاړ شي. په همدې خاطر باندې د دې وجې په اساس باندې نننۍ په کمیسیون کې وزنی خبره چې فکر کوم ستاسو نمایندګان هم راغلي، تلویزیون هم راغلي، هغه شخص چې په دروازې کې بلیک لیست او دروازې اجازه ورته ورنکړ شو، هغه زومه، ځکه چې هلته موږ دو سره منطق ویلو، موږ سره دلیل و، ما خپله سیاد صاحب ته چې وجه نبي سیاد صاحب ته چې محلات زیاتوي نو ناظرین زیات کوو، مدني صاحب دا کار موږ پورې اړه لري، ته ګودامونه زیاتوي، ناظرین ته توجه دې نشته، دې کار دې وران دی، مشکلات ستونزې لري. بله غټه ستونزه د غنن 9 بجې 8:30 بجې یو د حزب یو نماینده هلته موجود نه و، یو نماینده موجود نو، حال دا چې سل ما سره اوسم په موبایل کې شته، هغه نمبر زه د دوستانو نماینده ټاکلی وم، ته په کوم دغه باندې ته هغه دروازه ته خلاصوي؟ حال دا چې ته ناظرینو ته اجازه نه ورکوې چې داخل شي، ګودام دې خلاص کړې، دروازه دې خلاص کړې، ته داخل شوې. نو ته په دغه پروسه چې ته وایې چې امضا مالو کې مشروعیت د احزابو نه اخلي، بیرته ته احزابو له دغه سیستم او دغه زمینه ته نه برابرې چې داخل د اجازه ورکړي. نو دغه مشخص وخت دا کوم جوړه تاسو اشاره وکړه، په دویم د قوس نور محلات ډېری،
نو کله چې په مخلاصي منګه وسه پوری جناب احمد زیسه منګه وسه پوری په څلورمه ناحیه کې روان یو په څلورمه ناحیه کې خلاص شوی نه دي صندوقونه داسې صندوقونه ته وجود لري منګه وسره مشکلات د احزاب په نمندګۍ باندې منګه وسره دغه ستونزې دي په کوم محل باندې چې منګه ستونزې پیدا شي مشکل پیدا شي دوی چې دا بکس منګه تفتیش ته لیږو منګ چې کله سبب ونه پښتنه کوچ هغه پرونی بکس چې تاسو تفتیش ته ولېګلو اول خپل د بشمری دلته هیئت ناس دلته کمیسون شکایت ناس هم دلته تفتیش کوي چرته لګي دانور ریاست جمهوریت لګي ریاست اجرایه ته لګي کوم سرندواله ته د بکس لګي خدای غلطه ونه د بکس تاسو بند کې د منګ لګو سبا د دې بکس نتیجه د موږ سره نه شریکيږي د بکس تیریږي د موږ نه نو دغه ستونزو له امله احزابو جناب استاد احزابو فقط او فقط هم په کاندیدانو باندې دغه کوي چې دلته د ناظرین ډیر شي هم د احزابو ناظرین دلته ډیر شي هم د مدني ټولنو هم هغه مسلکي او تخنیکی ادارې چې په دې برخه کې کار کوي د هغه ناظرین دي چې ودی کوم تر څو پروسه شفافه تشکر آقای ابراهیم زای موردی کې امروز اتفاق افتاده و نه هم ناظرین جریان های سیاسی وجود داشته و نه هم ناظرین نهادهای ناظر انتخاباتی انتقادی که فیفا هم مطرح کرده همی است که بعد از اینکه دیروز جنجال شده امروز بدون اینکه ناظرین نهادهای انتخاباتی وجود داشته باشه بدون اینکه ناظرین احزاب سیاسی باشه دوباره روند شمارش آرا را کمیسیون آغاز کرده ببینید موجودیت ناظر چی از احزاب باشه چی از نهادهای مدنی باشه چی از کاندیدای مستقل باشه برای اعتماد پروسه یک اصل اساسی است به دلیل از این قبل هم خدمت شما یعنی پرسش اینجا بود که زمانی که کمیسیون می اطمینان می ده که ما شفافیت لازمه ایجاد میکنیم وقت ناظرین نمیگذارنی به مفهوم چی است؟ مگر کمیسیون از اول تا به آخر کدو چیز اطمینان نداده و چی را به رقمش انجام داده کمیسیون مگر اطمینان نداده بود که ما دلست رای دهنده بسیار موفق هستیم کمیسیون مگر اطمینان نداده بود دمی میز که یک هفته قبل که بوده شما به آرشیفتان هم مراجعه کرده میتونه که ما بودم برای سخنگوی کمیسیون اطمینان نداده بودن که ما در دستگاه بایومتریک مشکل نداریم کمیسیون متاسفانه به واسه که امروز با ملت با یک راست رک به اصطلاح روبرو شا انتخابات یک پروسه عملیاتی بسیار بزرگ است دارای مشکلات چالش ها می باشه بدون شک اما این رقم نه به این شکل نه کمیسیون داره آیسته آیسته می خواهد که به گل زدن به فریبکاری به چالش به قلدری یا به شکل دکتاتورانه که داخل کمیسیون برخورد بکنه متاسفانه احزاب سیاسی و نهادهای مدنی جمع حکومت افغانستان که شرکای انتخابات هستند جمع نهادهای بین المللی اینا هم یک برخورد قاطعانه با انتخابات ندارن این شما ببینید که آقای مدنی میگه که امروز مرا بلک لیست کرد شامل نساخت در پروسه یا به عوض که حزبشان بره یک کنفرانس مطبوعاتی بده و از امروز به بعد که میسون را بایکوت بکنن اینا را اگر دیگر پس زنگ بزنن با واسه کنه ما قبل شده بازم میرن به این ترتیب نهادهای ناظر هم اگر اینا یک اقدام قاطع بکنن رای بیرون رفته بیرون کنن ما بازم نمیخواستم این مثالا بتون بازم این مثالا میتونم وقتی که در یک چای یک حیوان مفته و آب چای را کثیف میسازه شریعت دین ما حکم میکنه که اول باید از چای حیوان بکشیم باز یک مقدار آب از چای بیرون کنیم تا آب پاک شه و قابل خوردن شود اگر ما چای حیوان نکشیم هر قدر که از چای آب بکشیم آب پاک نمیشه آله در کمیسیون هم مرداری از منیجمنت است ما خواست نمی است که احزاب متحدانه از حکومت افغانستان درخواست بکنن اعضای کمیسیون وظیفه‌ش به تعلیق در بیارن مدیریت از این کمیسیون به تعلیق در بیارن اینا را از پروسه خارج کنن بر یک میکانیزم اینجا در افغانستان قطع رجال نیست است کسای مسلکی و بتانن یک میکانیزم و یک طرز عمل را بسازن و این میکانیزم و طرز عمل ها بعد از تصویب قضات یا یک نهاد بررسی کنه مطابق به اون تفتیش ها بریم به طرف نتیجه تشکر انتخابات. آقای مدنی پیش از این جریان های سیاسی تاکیدشون این بود که باید آرایی که با استفاده از دستگاه های بایومتریک صورت گرفته معیار قرار داده شود چرا جریان های سیاسی با اون قاطعیت خود استادگی نکردن و در روند بازشماری آرا شرکت کردند احزاب ته او د احزاب خصوصا چې نمائندگان هلته موجود دي مدني ټولون ته ناظرین ته دوه د اطمینان ورکړو چې موږ به د بایومتریک او د غیر بایومتریک د موږ پاک او ناپاک سره جدا کوو د اطمینان خودو کمیسون ورکړو احزاب هم پم دي اطمینان مانی چې څنګه بکیږي اوس الته چې موږ ورو بایومتریک رايا
ام حسابيږي غیر بایومټریک هم رایه حسابيږي حال چې موږ عملاً هلته ګورو داسې بایومټریک رایه هلته راغلي دي چې شپې یوه بجه استعمال شوې دلته مشخصات معلومي شپې یوه بجه رایه هلته استعمال شوې ده د شپې دوه بجې استعمال شوې په سبا تاریخ باندې رایه هلته استعمال شوې دي زموږ لکه څنګه تا پوښتنه وکړه څنګه چې احمد زی صاحب ویلو د ټولو احزابو نه زموږ غوښتنه دا ده د ټولو اته سوه دسته د پاسه اته سوه کاندیدان چې دي دغه پروسه شفافه نه ده دغه پروسه کې ستونزې موجودې دي بایومتریک آقای مدنی گفتین اطلاعاتی که از دستگاه های بایومتریک به سرور انتقال پیدا میکنه این هم در حضور داشت ناظرین صورت میگیره و آیا خیر اغه د ډاټا انټری کوم پروسه چې د الټا ناظرین موجود دي الټا ناظرین شته دي خو الټا ستونزې الټا نوري تخنیکی ستونزې دي الټا چې موږ عملاً ولید د افغانستان داسې بد وضعیت کې د افغانستان په دغه مظلوم او بیچاره ولس چې الله پاک رحمونه کې هیڅ قسم الټا داسې ستونزې دي چې کله بایومټریک لزی الټا سکین ته ځي تاسو یقینو کې چې دغه مشکلات غلی چې سکین کې دغه شی ونه اوچت کړي دي لسونی الټا جوړ کړي دي سل د اتیونه جوړ کړي دي یو سل واتیا سکین دي سکین کې الټا به ځي سرور رون ته ځي سرور کې تاسو موږ تاسو مشخص دوستان ناس الټا مثال خبرم دغه افغانان نستي ستونزې شته دي الټا مستقیما کمشنران راځي الټا موږ عملاً کمشنران لیدل چې مداخله کوي عملاً کمشنران راځي چې سپارښتنه کوي خب شما چګونه پیش بینی میکنین حال 4 روز باقی مونده و کمیسیون هم تعهد سپرده که نتایج هر چی باشه در دوم قوس اعلان میکنه و نتایج کابل هم در دهم قوس فکر میکنین چگونه یک نتایج خواهد بود دا هغه نتایج چې د پردې تر شا به دوه خپلو کې سره موافقه کوي بعض دوستان چې دوه وخت دي هغه بې لانه یک نتایج برایند آرای مردم نیست یا نتایج سیاسي است دا به هغه نتایج چې د افغانستان د غیرتی خلکو پرې وبانه او د افغانستان د غیرتی خلکو چې راوتلي د کورنه په هغه ملنډ دي په هغه باندې دا پسخند دا په هغه باندې رښخند البته یو خبره چې جناب احمد زی صاحب ویل ک افغانستان وسم احزاب او د افغانستان د غیرتی خلک واړي چې د افغانستان آینده سازه شو د افغانستان سرنوشت جوړ وسیږي مشکل نه دی دغه پروسه دی یو مش په تعلق واچول شي دلته دی مسلکی کسانو ګمار شي تخنیکی کسان دی ګمار شي او دی وطن ته وفادار کسان دی ګمار شي تاسو فکر وکړئ چې یو کس کابل نشو مدیریت کولی یو کس انتخابات مدیریت نشو کولی بس شمری به څه مدیریت کی ډیټا انټری به څه مدیریت کی د نورو خلکو د زیر فشار چې هغه به څنګه دا جوابونه ورکړي نو ضعف د مدیریت شخصیت د مدیریت چې سړی ضعیف وي مشکلات او ستونزې لري تشکر آقای ابراهیم‌زاده به عنوان پرسش اخیر نتایجی که احتمالاً کمیسیون اعلان بکنه چگونه یک نتیجه خواهد بود؟ یک نتیجه جنجالی، یک نتیجه که برای هیچ کس قابل قبول نخواهد بود و این یک اصل است در انتخابات تا جایی که ما بودیم در انتخابات معمولا انتخابات پس لرزه می داشته باشه اما این اولین انتخابات در تاریخ دنیا خواهد بود که پیش لرزه داشت و نتیجه زی از امیال هم مشکلات سیاسی خود داشت ما قبلا هم بر شما گفتم که اول باید برای نتیجه بستر سیاسی یعنی نتایجی هم که اعلان میشه فکر میکنین یک نتایج سیاسی است نتیجه سیاسی است و سیاسی هم خوش بدبختانه ای تو سیاسی است که برای اعضاب قابل قبول نیست ما معلم برای شما گفتم که اعضاب سیاسی هم متاسفانه یک موضع‌گیری واحد واضح و روشن نداره حالا هم اعضاب کوشش میکنن که محافظه‌کاری کنن اگر نتیجه به نفعشان بود اعضاب که نتیجه به نفعش است و به اصطلاح کنار میرن و اعضاب که به ضررشان بود باز با سر صدا میکنن سپاسگزار هستم از حضورتان آقای ابراهیم‌زاده و آقای مدنی و همچنان از شما هم تشکر بیننده های گرامی تا برنامه بعد الان نگهدار